دوستان عزیز به برنامه بشارت خوش آمدید امروز میخوایم درسمون رو ادامه بدیم از پنج عهد خداوند که چهار عهد رو تا به حال خوندیم و امروز پنجمینش رو میخوایم یاد بگیریم پس عهد خدا با انسانها اولینش رو یاد گرفتیم راجع به عهد نوحی که خداوند با نوح عهد بست عهد دوم با ابراهیم بود که خداوند باش عهد بست که بهش زمین بده امت بده بهش برکات بده و سه عهد موسوی که خداوند با موسا عهد بست و این تنها عهدیه که دو جانبه بود دو طرفه بود یعنی باید یهودیان کلام خداوند رو به جا می آوردند اطاعت می کردند تا بتونند برکات خدا رو دریافت کنند اگر اطاعت نمی کردند نفرین و لعنت می اومد سراغشون و, و نمی برکات خدا رو داشته باشند ولی سایر عهدهایی که خداوند با نوح با ابراهیم و داوود و غیر بس همشون یک طرفه بودند یعنی بستگی به اعمال انسان ها نداشت که اگر انسان ها اطاعت کنند از احکام خداوند اون موقع خداوند بهشون برکت خواهد داد اینجوری نبود خداوند وعده داد گفت من این کار رو خواهم کرد من به تو برکت خواهم داد ابراهیم حتی علیه خداوند گناه کرد دروغ گفت و و غیره اما خداوند بهش وعده داده بود گفت من امت عظیم از تو درست خواهم کرد نه گفت تو اگه از من اطاعت کنی گفت من این کار رو خواهم کرد به تو برکت خواهم داد تو برکت خواهی بود و غیره و چهارمین عهد عهد داوودی که خداوند با داوود عهد بست بهش وعده کرسی رو داد کرسی سلطنتی که در کرسی داوود پادشاهان بنشینند و بر امت بنی اسرائیل سلطنت کنند و گفت کرسی تو تا ابد خواهد بود ولی سلسله مراتب پادشاهی بستگی به اطاعت پادشاهان از خدا داشت اگه پادشاهان از خداوند اطاعت می کردند اون موقع خداوند اجازه خواهد داد که این پادشاهان در کرسی داوود بنشینند اگر اطاعت نکنند خداوند تنبیهشون خواهد کرد از سرزمین خودشون دور خواهد کرد و مجازات خواهد کرد که این در 586 قبل از میلاد اتفاق افتاد که یهودیان پادشاهان اسرائیل علیه خداوند سرکشی کردند بت پرستی کردند و خداوند بابلیان را فرستاد که که اومدن و سرزمینشون رو سوزندند و یهودیان رو به اسارت بردند و پادشاهان قد شد در, در کشور اسرائیل از 586 به بعد قبل از میلاد البته تا به امروز پادشاهی نبوده که بر کرسی داوود بنشینه آیا خداوند وعده خودش رو فراموش کرده؟ نخیر خداوند و عدش رو فراموش نکرده این عهد داوودی عهد جاودانی تا ابد این عهد خواهد بود خداوند فراموش نکرد انسان ها فراموش کردند پادشاهان از کلام خداوند سرکشی کردند بنابراین بر اسرائیل تا به حال پادشاهی نبوده که پادشاهی کنه و بر, بر تمامی دنیا یهودیان سلطنت کنند در اسرائیل و بر تمامی دنیا ولی عیسی مسیح کامل کننده این عهد داوودی خواهد بود که در نهایت عیسی مسیح که برمیگرده کرسی داوود رو تصرف خواهد کرد بر کرسی داوود خواهد نشست و تا عبدال آباد با عدالت و با صلح و آرامش داوری خواهد کرد و سلطنت خواهد کرد و اسای آهنین خداوند عیسی مسیح سلطنت خواهد کرد کتاب مقدس میگه که انسان ها دیگر جنگ را نخواهند آموخت یعنی نیاز نداری که سرباز بفرستی برن خدمت کنن دو سال یاد بگیرن که چجوری از اسلحه استفاده کنن دیگه کسی یاد نخواهد گرفت که چجوری از اسلحه استفاده کنی تیراندازی کنی چرا چون در سلطنت عیسی مسیح کسی نمیتونه تیراندازی کنه و کسی دیگر رو دشمن رو بکشه کسی حق نداره در حضور خداوند داوری کنه آدم بکشه خود خداوند داور تمامی عالم خواهد بود عیسی مسیح که میاد مستقیما خودش داوری خواهد کرد حتی به ایران خواهد رفت و کرسی خودش رو در ایران قرار خواهد داد و کتاب مقدس میگه پادشاهان و سروران ایران را نابود خواهد کرد به خاطر فشاری که بر مردم آوردن به خاطر اینکه انقدر مسیحیا رو کشتند این سروران ایران عیسی مسیح میاد اونا رو نابود خواهد کرد و سلطنت خودش رو با صلح و عدالت و آرامش ظلم رو از ایران نابود خواهد کرد و, و ما منتظر اون روز هستیم که عیسی مسیح بیاد و سلطنت خودش رو به دست بگیره چون عیسی مسیح مثل آخوندان نخواهد بود مثل آیت الله خامنه ای نخواهد بود یا روحانی نخواهد بود یا مثل شاه نخواهد بود مثل انسان های دیگه نخواهد بود که به هر همه انسان ها مشکل دارند هیچ پادشاهی کامل نیست همشون نکس دارن همشون اشتباه میکنند اما عیسی مسیح خداست و میدونه که چجوری اداره کنه دنیا رو میدونه که چجوری انسان ها رو هدایت کنه که ظلمی نباشه عدالت باشه بنابراین عیسی مسیح میاد با عدالت سلطنت کنه و ما منتظر اون روز هستیم و پنجمین عهدی که میخوایم امروز یاد بگیریم عهد جدیده این عهد جدید عهدی که پر برکاته که امروز میخوایم راجع به این عهد جدید یاد بگیریم پس بیاید دعا کنیم و با دعا شروع کنیم خداوند و تیم برای عهدی که با انسان ها بستی خداوند تا بهشون برکت بدی خداوند تو خدای مبارک هستی تو خدایی هستی که احسان میکنی حتی بر ناسپاسان خداوندا تو نیک هستی و بهشون روزی میدی ای خداوند دعا میکنم کنم که برکت بدی به این پیام امروز و از من حقیر استفاده کنی که کلامت رو آنچنان که هست تعلیم بدم که کسی لغزش نخوره و گمراه نشه تا بتونیم خداوند را بهتر تو رو بشناسیم و بهتر از عهد تو آشنایی پیدا کنیم و بهتر از نقشه تو آگاهی پیدا کنیم ای خداوند به نام عیسی مسیح دعا می کنیم آمین پس عهد جدید آیه کلیدی که در عهد جدید هست ارمیا باب سی و یک آیه سی و یک تا سی و چهار هست که این متن رو با هم خواهیم خوند حادثه ای که منجر به عهد داویدی شد چه بود؟ چه حادثه ای باعث شد که عهد داوودی و خداوند ببنده؟ خب قبل از این عهد عهد موسوی بود شکستن عهد موسوی توسط یهودیان باعث شد که خداوند یه عهدی ببنده که انسان دیگه عهد خداوند رو که کلام خداوند رو زیر پا نذاره که انسان ها بتونن از ته دل احکام خداوند رو به جا بیارند خدا پرس باشن از ته دل نه از روی اجبار نه از روی شریعت نه با جبر و زور و بخوای که ان به معروف کنی نهی از منکر با زور شمشیر خداوند خاص یه عهدی به بنده که انسان ها از ته دل بخوان این کار انجام بدن پس شکستن عهد موسوی توسط یهودیان باعث شد که خداوند با انسان با داوود عهد ببنده که برکتش شامل حال تمامی دنیا بشه نه فقط یهودیان بلکه همه دنیا میتونن وارد این عهد داوودی بشن تحت عهد داوودی برکات عهد داوودی رو به دست بیارند نوع عهد این عهد چه نوعی بود چگونه بود یک طرفه بود یعنی فقط طرف, طرف، یک طرف یعنی فقط خداوند یک طرف عهد رو داشت که خداوند خودش انجام خواهد داد این عهد داوودی رو خودش به سمر خواهد رساند خودش کرسی رو خواهد داد که پادشاهی بر این کرسی بنشینه و تا به ابد سلطنت کنه با عدل با مساوات بنابراین خداوند این کار رو خواهد کرد گرچه انسان عهد خداوند رو بشکنه احکامش رو زیر پا بذاره اما خداوند این عهد رو به جا خواهد آورد مثل عهد موسوی نبود که اگه احکام خداوند رو به جا بیاری این عهد موسوی شامل حال تو خواهد شد و تو میتونی برکات عهد موسوی رو به دست بیاری اگه نه برکات عهد موسوی رو به دست نخواهی آورد ولی عهد داوودی یک طرفه است که بدون در نظر گرفتن گناهان انسان ها خداوند این کار خواهد کرد پس ادامه میدیم به درسمون نوع عهد یک طرف است و این عهد داوودی در ارمیا باب سی و یکم آیه سی و یک تا سی و چهار اومده که میخوایم اینو بخونیم میگه خداوند میگوید اینک ایامی میآید یعنی همینجا به ما خاطر نشان میکنه که این در آینده است ارمیا حدودا 600 سال قبل از مسیح زندگی میکرد 600 سال بعد یعنی بعدا این در آینده اتفاق خواهد افتاد میگه اینک ایامی میآید یعنی روزی میآید که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهد تازه ای خواهم بست این عهد عهد تازه است عهد جدیده آیه 32 میگه نه مثل آن عهدی که با پدران ایشان بستم یعنی با موسا با مشایخ اسرائیل بستم معذورش عهد موسویه در روزی که ایشان را دستگیری نمودم یعنی دستشون را گرفتم تا از زمین مصر بیرون آورم میگه زمانی که از مصر اینا رو نجاتشون دادم از اسارت مصر آزادشون کردم و باشون عهد بستم میگه زیرا که ایشان عهد مرا شکستند عهد موسوی رو میگه شکستند با آنکه خداوند میگوید من شوهر ایشان بودم این خداوند به صورت استعاره استفاده میکنه میگه من با اینکه شوهر بنی اسرائیل بودم بنی اسرائیل زن من بود من بهشون خوبی کردم نیازشون رو برآورده کردم مثل یه شوهری که از همسر خودش حمایت کنه محافظت کنه میگه من حمایت کردم از اسارت زمانی که مجرد بود توی مصر بود رفتم ورش داشتم به عنوان همسر برگزیدم شوهرش شدم و آوردم بهش کلامم رو دادم توی بیابان که گرسنه بودند من غذا دادم یعنی به عنوان یه شوهر من نیازهاشون رو برآورده کردم نیازهای جسمانیشون رو با اینکه میگه خداوند میگوید من شوهر ایشان بودم ولی میگه اینا عهد مرا شکستن یه عهدی که زن شوهر میبندن سوگن یاد میکنن که تا آخر عمر کنار هم باشند میگه امت من عهد مرا شکستن عهد موسوی رو میگه شکستند آیه بعدی میگه اما خداوند میگوید این است عهدی که بعد از این عهدی که بعد از این ایام با خواندن اسرائیل خواهم بست دقت کنید میگه شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود و بار دیگر کسی به همسایش و شخصی به برادرش تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس یه بازور نخواهد بود که کسی بخواد به دیگران یاد بده راجب خداوند بخواد بایبل استادی شروع کنه بخواد کتاب مقدس را به دیگران به همسایش بخواد یاد بده اینجوری نخواهد بود میگه زیرا خداوند میگوید جمعی ایشان جمعی ایشان از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت چون که اسیان ایشان را خواهم آمرزید و گناه ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد هللویا چه وعده ای این عهد جدید که خداوند به یهودیان وعده داد پر برکات پر برکاتی که واقعا باعث تشویق ما میشه برکات عهد جدید چی بود چیزی که در ارمیا باب سی و خوندی میگه شریعت بر دل نوشته میشود خداوند میگه که بر دل ایشان شریعت خود را خواهم نوشت یعنی این شریعت این باطنی خواهد بود کلام خداوند در دل ما خواهد بود نه فقط به صورت ظاهری که ببینیم امروز من نجس شدم باید برم غسل بگیرم یا بخوایم ختنه کنیم خودمون را یا بخوایم قربانی انجام بدیم یا بخوایم نمیدونم بریم معبد خداوند بخوایم کلام خداوند رو به زور یاد بگیریم اینجوری نخواهد میگه خداوند میگه شریعت خودش رو در دل ما خواهد نوشت شریعت در باطن ما در وجود ما خواهد بود بعد میگه خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهد بود یعنی رابطه ای خواهد بود برکات عهد جدید اینه که رابطه با خودش داره ما با خداوند رابطه خواهیم داشت خداوند خدای ما خواهد بود ما قوم خداوند امت برگزیده خداوند خواهیم بود و سه جمیع مردم میگه میگه جمیع ایشان خدا را خواهند شناخت میگه کسی به همسایش یاد نخواهد داد نخواهد گفت که خدا را بشناس ای خدا نشناس خدا را بشناس خدا ترس باش اینجوری نیست که من بخوام به دیگران به بگم به سوی خداوند بکشونم دیگران رو بخوام بهشون یاد بدم میگه جمعی مردم از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت یعنی عمومی و جهانی یعنی همه دنیا به صورت عموم از خرد و بزرگ بچه ها کودکان نوجوانان بزرگ سالان پیران زنا و مردان همه همه دنیا میگه خداوند را خواهند شناخت در عهد جدید برکات عهد جدید اینه که جمعی مردم خدا را خواهند شناخت و بعد اسیان و گناهان انسان آمرزیده خواهد شد اسیان و گناهان آمرزیده میشه در عهد جدید یعنی پاکسازی صورت خواهد گرفت وجود ما پاک خواهد شد از گناهان از اسیان این برکات عهد جدیده که خداوند به ما این وعده رو داده در عهد جدید متنهای دیگه هستش در عهد جدید از این عهد جدیدی که خداوند وعده داد قبل از اینکه عیسی مسیح بیاد به یهودیان خداوند این وعده رو داد در اشعیا باب 59 آیات 20 تا 21 هست در ارمیا باب 16 آیات 14 تا 18 همین عهد جدید وعده داده شد ارمیا 32 آیه 37 هست ارمیا 33 آیه 14 هست هزقیال باب 36 آیات 22 تا 38 م هست هزقیال باب 37 آیه 20 م هست و همچنین زکریا باب 12 تا باب 13 به این عهد جدید نوشته خداوند ولی میخوایم یکیش رو از این متن دیگه که به عهد جدید اومده از حزقیال میخوایم بخونیم که بیشتر گسترش میده بیشتر بازش میکنه این عهد جدید رو بیشتر به ما راجب این مشخصات عهد جدید یاد میده حزقیال باب 36 آیات 22 تا 38 رو میخوایم بخونیم میگه بنابراین به خاندان اسرائیل بگو خداوند به حزقیال میگه به حزقیال نبی میگه به خاندان اسرائیل بگو خداوند یهوه چنین میفرماید ای خاندان اسرائیل من این را نه به خاطر شما نه میگه به خاطر خوبی یا بدی شما بلکه به خاطر اسم قدوس خود که آن را در میان امتهایی که به آنها رفته بی حرمت نموده اید به عمل می آورم میگه شما نام مرا اسم مقدس مرا در میان امتها بی حرمت نمودید خداوند امت بنی اسرائیل را برگزید که نوری باشند که اسم خداوند را جلال بدن که همه امت ها به سوی خداوند یهوه کشیده بشن اما یهودیان بر رو کردند عهد موسوی رو زیر پا گذاشتند و گناههایی رو انجام میدادند که حتی امت ها اون گناهان رو انجام نمیدادند که اسم مقدس و پاک خداوند رو بیحرمت نموده بودند در میان امتها آیه 23 میگه و اسم عظیم خود را که در میان امتها بیحرمت شده است و شما آن را در میان آنها بی اسمت ساخته اید تقدیس خواهم نمود و خداوند یهوه میگوید هینی که به نظر ایشان در شما تقدیس کرده شوم میگه هینی که به نظر ایشان یعنی به نظر امتها یعنی در نظر در حضور امتا در شما تقدیس کرده شوم یعنی خداوند میگه یه زمانی میاد که خداوند یهودیان رو تقدیس خواهد کرد که در یهودیان خداوند در نظر امتا تقدیس خواهد شد هینی هی که به نظر ایشان در شما تقدیس کرده شوم آنگاه امتا خواهند دانست که من یهوه هستم و شما را از میان امتا میگیرم و از جمعی کشورها جمع می کنم و شما را در زمین خود در خواهم آورد از 1900, و... 1900 میلادی به بعد این پیشگوی ب... به تحقق رسیده تا به امروز زمانی که خمینی وارد ایران شد خیلی یهودی ما در زمان شاه داشتیم در ایران چون آزادی مذهب بود در ایران و موقعی که خمینی اومد طبق اسلام یهودیان و مشتکین بدترین دشمنان اسلام هستند و بدتر از بودپرستا هستند بنابراین خمینی گفت که باید مرگ بر اسرائیل بگید اسرائیلیا ها یهودیان ها نجس هستند و طبق اسلام چون یهودیا نجس و دشمن مسلمان ها هستند و جونشون در خطر بود خیلی از این یهودیا فرار کردن از ایران و برگشتن به سرزمین خودشون در, در اسرائیل که خداوند از خمینی استفاده کرد تا امت خودش رو برگردونه به سرزمین خودشون چرا چون کرسی داوود به زودی در اسرائیل نهاده خواهد شد چون عیسی مسیح به زودی برمیگرده بس خداوند داره آماده میکنه که عهد داوودی و عهد جدید رو به ثمر برسونه در اسرائیل میگه شما از میان امت ها, ها در روسیه پراکنده شده بودند در ایران بودند در اروپا در آلمان هیتلر خداوند از هیتلر استفاده کرد هیتلر 6 میلیون یهودیا رو کشت و یهودیا از همه دنیا متحد شدن به خاطر اینکه از سوی ناتزیا از سوی آلمانیا شکنجه شدن اینا متحد شدن و برگشتن به سرزمین خودشون و سرزمین اسرائیل رو در سال 1948 دوباره بنا کردند و همه دنیا و آمریکا و اروپا سازمان ملل اینا رأی دادن که اسرائیل دوباره به صورت کشور مستقل شناخته بشه و در سال 1948 حدودا هفتاد هفتاد و خورده ای سال پیش یهودیان کشور خودشون رو دوباره سرزمین خودشون رو بعد از حدود دو هزار سال به دست آوردند و یهودیان از همه دنیا برگشتن شروع کردند به مهاجرت از امریکا از اروپا از روسیه استالین که یهودیان را جفا داد کشت یهودیا فرار کردن اومدن سرزمین خودشون توی ایران یهودیا فرار کردن به خاطر خمینی اومدن تو سرزمین خودشون کار خداوند این هیچ سرزمینی نمیتونه هیچ کشوری امتی نمیتونه بعد از دو هزار سال برگرده به کشور خودش دوباره کشور بنا بشه کار خداوند بود معجزه خداوند بود چرا چون خداوند خودش این عهد داوودی یک طرف است عهد جدید یک طرف است و خداوند خودش گفت من این کار خواهم کرد و خود خداوند داره امتها رو یه کاری میکنه که که امتش رو یهودیان رو برگردونن به سرزمین خودشون که اینا برگردن چرا چون کرسی داود به زودی نهاده خواهد شد بنا خواهد شد استوار خواهد شد در اسرائیل آیه 25 میگه و آب پاک بر شما خواهم پاشید خداوند به اسرائیل میگه آب پاک بر شما خواهم پاشید و تاهر خواهید شد و شما را از همه نجاسات و از همه بتهای شما تاهر خواهم ساخت به این نجاسات ارتباط داره به بتها به بت پرستی یعنی دینهای دروغین گناهان یعنی وجود شما را از خدایان غیر از گناهان تاهر خواهم ساخت آیه 26 و دل تازه به شما خواهم داد این عهد جدید عهد تازه دل تازه به سمر خواهد رساند دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد شما دور کرده دل گوشتین به شما خواهم داد دلی که سنگه و به خداوند تمایلی نداره کلام خداوند را زیر پا میذاره این دل سنگی را میگه از جسد شما از جسم شما دور خواهم کرد و دل گوشتین دلی که نرمه مطیع به شما خواهم داد و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد روح خود را یعنی روح القدس را در اندرون در وجود شما خواهم نهاد و شما را به فرایز خود سالک خواهم گردانید میگه شما به فرایز خداوند سالک خواهید شد تا احکام مرا نگاه داشته آنها را به جا آورید و در زمینی که به پدران شما دادم یعنی در اسرائیل ساکن شده قوم من خواهید بود و من خدای شما خواهم بود و شما را از همه نجاسات شما نجات خواهم داد و غله را خانده آن را فراوان خواهم ساخت دقت کنید غله یعنی حبوبات و ز... چیزهای کشاورزی غذا بهتون به فراوانی خواهم داد و دیگر قهد به شما نخواهم فرستاد و میوه درختان و حاصل زمین را فراوان خواهم ساخت تا دیگر در میان امت ها متعمل رسوایی قهد نشوید و چون راه های قبیه و اعمال ناپسند خود را به یاد آورید آنگاه به سبب گناهان و رجاسات خود خیشتن را در نظر خود مکروه خواهید داشت یعنی از خودتون به خاطر گناهانی که در گذشته خواهید داشت نفرت خواهید داشت شرمسار خواهید شد آیه 32 و خداوند یهوه میگوید بدانید که من این را به خاطر شما نکردم پس ای خاندان اسرائیل به سبب راه های خود خجل و رسوا شوید خداوند یهوه چنین میفرماید در روزی که شما را از تمامی گناهانتان تاهر سازم شهرها را مسکون خواهم ساخت و خرابه ها معمور خواهد شد یعنی ساخته خواهد شد و زمین ویران که به نظر جمعی رهگذریان خراب می بود شیار خواهد شد و خواهند گفت این زمینی که ویران بود مثل باغ عدن گردیده است و شهرهایی که خراب و ویران و منهدم بود حساردار و مسکون شده است در سال 1940 و خورده ای بود که یهودیان اومدن این زمین اسرائیل که اینجا هستش امروز این زمین اسرائیل پر باطلاق بود پر گل بود لجنزار بود اومدن این زمین رو به پول خریدن یهودیان از امریکا از جاهای مختلف اومدن خریدن و شروع کردن به پاکسازی این زمین گلها رو زدودن شروع کردن به ساخت و ساز شهرها رو ساختن ها رو ساختن گل, گول گل و گلخونه درست کردن و اسرائیل گل سرخ گل سرخ اسرائیل در دنیا معروفه گل های رنگ و بارنگ و گل سرخ مخصوصا آ، آ، کاشتند و این زمین اسرائیل رو بنا کردند و موقعی که این اعراب دیدن که این باطلاقی که عربا اهمیت بهش نمیدادند فروختند. فروختن اینا دوباره اومدن شروع کردن گفتن که شما اومدین زمین ما را تصرف کردید سرزمین اشغالی اسمشو گذاشتن گفتن باید این زمین رو به ما پس بدید زمینی که یهودیا با پول خریدن روش کار کردن ساختن اعراب اومدن خواستن که با زور دوباره از چنگ یهودیان در بیارن و میگه این زمینی که ویران بود مثل باغ عدن گردیده است و شهرهایی که خراب و ویران و منهدم بود حساردار و مسکون شده است مسکون خیلی آپارتمان نمیدونم رفتید یا نه ولی توی اسرائیل توی اورشلیم توی تلاویو آپارتمان های بزرگ ساختن یهودیا و بنا کردن اما متاسفانه مسلمان ها هی بوم هی ترور میکنند و هی خرابکاری هر جا که اسلام استش نابودی خرابی فقر و فساد و فحشا هستش متاسفانه اما خدا رو شکر زمانی که خداوند یهوه رو میشناسید خداوند میخواد بنا کنه خداوند میخواد بسازه اما شیطان دوست داره که خراب کنه ویران کنه نابود کنه کشورها رو خونواده رو میخواد نابود کنه شیطان از طریق مذهب میخواد نابود کنه از طریق بی خدایی میخواد نابود کنه اما خداوند که وارد زندگی یا وارد کشور میشه با سازی میاد پاکسازی میاد برکات میاد آیه سی و شیش و امتهایی که به اطراف شما باقی مانده باشند خواهند دانست یعنی همسایه هاتون خواهند دانست که من یهوه مخروبات را بنا کرده و ها را غرس, نموده ام من که یهوه هستم تکلم نموده و به عمل آورده ام خداوند یهوه چنین میگوید برای این بار دیگر خاندان اسرائیل از من مسئلت خواهند نمود تا آن را برای ایشان به عمل آورم من ایشان را با مردمان مثل گله کثیر خواهم گردانید مثل گر... گله میگه کثیر خواهم یعنی مردمان یعنی تعدادشون زیاد خواهد شد برکت خواهم داد به فرزندانش فرزندان زیاد بهشون خواهم داد مثل گر... گله های قربانی یعنی گله اورشلیم در موسمهایش همچنان شهرهای مخروب از گله های مردمان پر خواهد شد و ایشان خواهند دانست که من یهوه هستم هللویا خداوند میگه زمانی که من این کار را انجام دادم اون موقع مردم خواهند دانست که من یهوه هستم یعنی من خدای واقعی هستم خدایی که خدای اسرائیل خدای ابراهیم اسحاق و یعقوب خدای واقعی پس دوستان این چیزی که در حزقیال باب 36 خوندیم یه سمراتی هستش سمرات عهد جدید چیه طبق حزقیال باب 36 جمعآوری اولینشه یعنی خداوند میگه من برای این برای اینکه این عهد جدید رو به سمر بیارم امت خودم رو اول جمع خواهم کرد چرا چون عهد مرا که شکنده بودن عهد موسوی و و من تنبیهشون کردم پراکنده کردم در تمامی دنیا رفتن اسیر شدن من دوباره جمعشون میکنم چرا چون میخوام عهد جدید باشون ببندم پس جمعآوری امت بنی اسرائیل دو بازگشت به میهن خیش نه تنها جمع میشن بلکه بر به میهن خیش به اسرائیل بعد میگه آب پاک بر ایشان خواهم ریخت ایشان را از گناهانشون تاهر خواهم ساخت تاهر سازی خواهد بود اینی خداوند میگه از گناهان اینا رو پاک خواهم کرد بعد ساکن شدن روح القدس میگه روح خود را در اندرون ایشان خواهم گذاشت روح القدس در اینا ساکن خواهد شد اتحاد در هدف خداپسندانه یعنی یهودیان که نجات پیدا میکنند روح القدس در اینا ساکن میشه هدفشون هدف خداپسندانه خواهد بود متحد میشن با هم دیگه در خداوند و تعلق داشتن به خدا یعنی میگه من خدای ایشان خواهم بود اینا گم من خواهند بود حاکمیت توسط داوود کرسی داوود نشانده خواهد شد در اورشلیم و خب مسلما عیسی مسیح سلطنت خواهد کرد در کرسی داوود خواهد نشست اما خود داوودم امت بنی اسرائیل رو هدایت خواهد کرد حتی ما مسیحیان زمانی که عیسی مسیح برمیگرده همراه با ایسای مسیح سلطنت خواهیم کرد که در اول تیموتائوس میخونه میگه اگر با او زحمت بکشیم با او سلطنت هم خواهیم کرد پس ما در این دنیا زحمت می کشیم رنج میبینیم آزار جفا می بینیم به خاطر ایمانمون اما میگه با او سلطنت هم خواهیم کرد پس ما هم سلطنت خواهیم کرد بعد زندگی خدا, خدا پسندانه خواهد بود شرمساری از گناهان گذشته میگه زمانی که این کار کردم میگه یهودیان به خاطر اعمالشون که در گذشته انجام خواهند داد خجل خواهند شد شرمسار خواهند بود و ما هم زمانی که به زندگی گذشته برمیگردیم فکر میکنیم که در گذشته چه کارهایی میکردیم هر کاری که امتها ها انجام میدن ما انجام میدادیم دقت کنید بیشتر از ما دوزی می کردیم دروغ می گفتیم غیبت می کردیم پشت دیگران حرف می زدیم و و مشروب می خوردیم سیگار میکشیدیم اعتیاد داشتیم زنا میکردیم می میدادیم به به همسر خودمون عصبانی می شدیم نمیدونم به برادر و خواهر خودمون باشون برخورد خوبی نداشتیم که الان که در عیسی مسیح پاک شدیم موقعی که اون چیزا به یادمون میاد خجل میشیم از خودمون که چرا ما اینجوری زندگی میکردیم چه آدمی بودیم چرا چون خدا رو نمیشناختیم چون بی خدا بودیم چون روح القدس در ما نبود روح خداوند نبود در ما تا به ما نشون بده راه خدا رو که رفتار درست رو به ما نشون بده و فکر میکردیم که حق داریم در زندگی چون اون فلان شخص کار بدی کرده بس باید انتقام بگیرم باید برم باش دعوا کنم حقمو بگیرم نمیدونستم که من خودمم مشکل دارم من خودمم گناهکارم و خداوند باید حق خودش رو از من بگیره اما خداوند چنین کاری رو نکرد خداوند به من فیض داد از من انتقام نگرفت خداوند همه گناهان منو در عیسی مسیح بخشید پس گناهان گذشته باعث میشه که ما شرمسار بشیم خجل بشیم و امنیت زندگی در سرزمین خیش یهودیان که برمیگردند در سرزمین خودشون الان امنیت ندارند اما عیسی مسیح که برمیگرده عهد جدیدش رو با یهودیان میبنده و نجاتشون میده امنیت خواهد بود دیگه جنگ نخواهد بود و بعد باروری در کشاورزی ما یاد گرفتیم که که میگه زمینشون رو برکت خواهم داد نمیدونم درختان باغشون رو برکت خواهم داد زمینشون رو برکت خواهم داد با معبد زمانی که عیسی مسیح برمیگرده خانه خداوند با خواهد شد و شگفتی امتا میگه آنگاه امتا خواهند دانست که من یهوه هستم که من یهوه هستم که شما رو نجات دادم این سمرات عهد جدید طبق هزگیال باب سی و شیش که خداوند برکت خواهد داد به به امت خودش در عهد جدید حالا راجب این عهد جدیدی که خداوند وعدش رو داد میخوایم ببینیم که چگونگی و زمان تحقق یافتن عهد جدید رو یاد بگیریم که چگونه و, و کی عهد جدید بسته خواهد شد خب نظریه مختلف هستش یکی از نظریاتی که هستش در کلیساهای مختلف اینه که دو عهد جدیده دیدگاه ترتیب زمانی قدیم هستش که این کسایی که به ترتیب زمانی اعتقاد دارن که, که البته این ترتیب زمانی هم بعضی کلیساها اعتقاد دارن قدیمی هستش و بعد یه چیز جدید هم هستش که میگن دو عهد جدیدی خداوند با اسرائیل این عهد جدید رو بست ولی با کلیسا هم این عهد رو بست این یه دیدگاهی که بعضی کلیسا اعتقاد دارند یعنی هم با یهودیان عهد بست خداوند و هم با کلیسا بعد نظریه دوم تحقق یافتن به وسیله کلیسا هست این بهش میگن تئولوژی جایگزینی بعضی کلیساها که به این عقیده دارن میگن خداوند امت بنی اسرائیل رو کاملا گذاشت کنار کلیسا اسرائیل واقعیه کلیسا و های خداوند رو به دست آورده پس این عهد جدیدی در عهد جدید در کلیسا به تحقق یافته که این باز طبق کتاب مقدس نیست چرا چون زمانی که کتاب مقدس رو میخونیم در عهد جدید میبینیم یهودیا هنوز یهودی هستند و کل... امتا امتا ها هستند و کلیسا هم کلیسا است و کلیسا یهودی نیستند اسرائیل نیستند و سه وعده خدا به اسرائیل گسترش یافته تا هر کسی که به مسیح ایمان می آورد را شامل کند این هم ترتیب زمانی جلو رونده است که کسایی که به ترتیب زمانی جلو رونده اعتقاد دارن اینا میگن که نظرشون اینه که میگه وعده خدا به اسرائیل که وعده داده بود این عهد جدید رو گسترش یافته توسعه یافته و شامل حال هر کسی شده که به عیسی مسیح ایمان میاره ولی نظریه بعدی که هستش که من بهش اعتقاد دارم اینه که کلیسا از برکات عهد جدید بهره میبرد اگرچه قانونا مالکیت عهد جدید را ندارد چرا چون عهد جدید را خداوند با کلیسا نبست خداوند در هم در ارمیا هم در حزقیال هم در هر جایی که از عهد عتیق میخونیم میگه با این از عهدی که من با خاندان اسرائیل و با یهودا میبندم خاندان اسرائیل و یهودا میگه اگه فکر میکنید که این اسرائیل کلیساست نه میگه با یهودا یعنی میخواد به ما زمانت بده که این منظورم کلیسا نیست منظورم اسرائیله منظورم یهودیانه من با میگه با خاندان اسرائیل و یهودا من با امت خودم با اسرائیل میبندم عهد جدید خداوند با اسرائیل بس نه با کلیسا اما چون یهودیان عهد موسوی رو گذاشتن کنار شکستن خداوند یهودیان رو پراکنده کرد گذاشت کنار که در رومیان باب 11 آیه 25 تا 27 میخونیم یهودیان زیتون طبیعی هستند درخت زیتون طبیعی که خداوند صاحبش صاحب این, این درخت زیتونه که یعنی یهودیان از آن خداوند هستند میگه ولی ما ما ای که وحشی بودیم به این درخت زیتون میگه ما وس شدیم پیوند داده شدیم یعنی ما از امتها ها زمانی که به عیسی مسیح ایمان میاریم پیوند داده میشیم به اون درخت زیتون یعنی برکات عهد جدید شامل حال ما میشه عهد جدید از آن ما نیست از آن اسرائیل از آن یهودیانه اما در عیسی مسیح ما هم وارد عهد جدید میشیم اون برکات عهد جدید رو به دست میاریم ولی قانونا از آن ما نیست عهد جدید فقط برکاتش رو ما هم به دست میاریم و باید این جلال رو به خداوند بدیم خداوند این کاری کرد که امت ها رو هم شامل کنه که امت ها هم بتونن شانس نجات رو داشته باشند و باید در عیسی مسیح در صلیب عیسی مسیح فخر کنیم که ما را هم نجات داد اما زمانی میاد که هنوز نیمده زمانی میاد که این عهد جدید به تحقق خواهد رسید در ایسای مسیح و یهودیان واقعا از گناهان پاک خواهند شد نجات خواهند یافت و روح القدس و در اینا هم ساکن خواهد شد و از خود و بزرگ همشون خداوند یهوه را خواهند شناخت یعنی عیسی مسیح رو خواهند شناخت و نجات خواهند یافت و زمانی که عیسی مسیح میاد این کار انجام خواهد داد و همه کسایی که در زمین باقی خواهند ماند در زمانی که عیسی مسیح میاد همشون مسیحی خواهند بود یهودیان نجات خواهند یافت و امت که نجات یافتند در زمین خواهند بود و همراه با عیسی مسیح زندگی خواهند کرد در زمین به مدت هزار سال و برکات عهد جدید شامل یهودیان هم خواهد شد که شامل حال ما هم شده این فیض خداونده پس عهد جدید با یهودیان هنوز به سمر نرسیده اما اون ایام میاد به زودی هم میاد که خداوند به وعده خودش وفا خواهد کرد خداوند شکر تیم برای عهد تو که با اسرائیل بستی ولی خداوند تو ما را هم برکت دادی که ما را هم شامل این برکات عهد جدید کردی خداوند همه جلال از آن توست تو رو جلال میدیم و خداوندا سپاسگزاریم برای محبت و فیض تو که در عیسی مسیح این برکات رو شامل حال ما کردی به نام عیسی مسیح دعا میکنیم